بسیار خوب بعد از استمپ ها میریم سراغ دو ابزار هیستوری براش و آرت هیستوری براش که با وای روی کیبورد میتونیم اونها رو اجرا بکنیم بذاریم من عکس دیگه بیارم تا روش آزمایش بکنیم ابزار رو معرفی بکنیم از همین رندر میتونم استفاده بکنم اوپن خب هیستوری براش اگه من روی صحنه اون رو بکشم الان کلیک کردم و میکشم هیچ اتفاقی نمیفته چون اسمش روشه هیستوری ابزار براش هست یعنی ما باید بیایم اینجا ابزار براش رو داشته باشیم و با براش حالا هر طراحی که داشتیم رو ایجاد کرده باشیم به کمک هیستور براش ما میتونیم براش های خودمون رو پاک بکنیم بدون اینکه تصویر برگراند از بین بره و تخریب بشه و دقیقا طراحیمون رو میتونیم اونجایی که اصلاح احتیاج داره رو از نو بیایم انجام فرض بکنیم به این سمت باید میرم خب پس ابزار سادی هستش جهت پاک کردن فقط ترهایی که توسط براش ما استفاده کرده باشیم و ایجاد کرده باشیم تمامی این پارامترها رو دیگه شما میدونید و باهاشون آشنا هستید من دیگه تکرار مکررات نمی کنم 12 رو می‌زنم که ریست بشه ابزار بعدی آرت هیستوری براشه به چه صورته؟ برای کارهای هنری که گرافیس ها انجام میدم مناسبه ببینید من کلیک میکنم و می کشم توی صحنه. یه همچه حالتی رو ایجاد میکنه خیلی تو زمینه معماری و عکاسی ازش استفاده نمیشه هم از این ابزار توی کارهای هنری خیلی استفاده میشه تمامی پارامترها رو شما میشناسید فقط اینجا ما تلورانس رو داریم تلورانس همون حساسیت هست میزان حساسیتی که وقتی 99 بشه الان روی صفره من هر جایی رو میکشم عمل داره میکنه ولی مثلا رو 99 بذارم یا 100 بذارم ببینید الان من دارم میکشم اینجاها عمل نمیکنه ولی اینجاها داره عمل میکنه یه سر جا داره عمل میکنه یه سر جاها عمل نمیکنه میزان حساسیت هست ایری که محدوده ای عمل کرده این هستش و استایل فقط اینجا وجود داره که حالت مختلفی از حالت آرت براشه الان یعنی به این صورت مگه تایت شات رو به مثلا لسو بذارم به این صورته و حالت مختلفی که اینجا وجود داره برای اینکه بخواید ترهای گرافیکی حالا جالبی رو به وجود بیارید خب این هم از تنظیمات این ابزار خیلی نمیشه گفت که ابزارهای مهمی هست از هیستوری براش و آرت هیستوری براش به ندرت استفاده میکنه و معمولا اون هم از هیستوری هست که ما کمک اون میکنه تا توی بخشی که حالا در من بهتون میگم توی لایرها ازش استفاده میکنیم. این هم از این ابزار